با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه نیمه اکتبر است، 15 اکتبر و برابر است با 23 مهر 1397. بهار از مهر شما نازنینان یه بار دیگه سپاسگزاری میکنم و قدردان شما هستم از اینکه جای احوال میشید. متشکرم از اینکه در برنامه آقای سید اسکری پرسش کردی، باز هم از شما ممنونم. و به حال این برنامه رو در حقیقت جزو برنامه های خوب تلویزیون میهن شما عزیزان قلمداد کردید، ازتون متشکرم. اجازه بده بریم خدمت آقای مهرداد سید اسکری نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار باشیم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما بعد از 4 هفته. درود بر شما، درود بر شما بزرگوار که جای خالی شما بسیار احساس شد در این 4 هفته و تمامی بینندگان و شنوندگان در سراسری در خدمت. این بازی دلار هم در این مدت خیلی جالب بود، یهو رفت بالا اومد پایین و دروغ هایی که جمهوری اسلامی تو این زمینه مرتب شایع کرد، از اینکه نفر تو مشهد سکته کرد مرد، دو نفر اونجا غش کردن و قیمت طلا و دلار چه میگذرد؟ آقای سید اسکری چیه بازی؟ در 4 هفته که در خدمتون نبودیم، اون هفته ای که منتهی شد به ناگاه به یوروی 22000 تومانی و دلار 20000 تومانی، این احساس در بین بسیاری از فعالان بازار وجود داشت که این امر بسیار غیر واقعی از این جهت که با یک شیب بسیار بسیار زیاد و غیر منطقی داشت بالا می رفت. هیچ گونه شایعه، تحلیل تکنیکی، روابط درونی بازار و اینها این گونه افزایش رو ازش شکایت نمی کرد و به نوعی ترس رو در میان ماها که قیمتها رو پیگیری می کردیم و حتی پیش بینی می کردیم که قیمت رو میده بالاتر در میان ما به وجود آورد. یعنی اون عددی که به ناگاه از 16-17 تومن که بالاتر رفت دقیقا غیر طبیعی بودن و غیر منطقی بودن رو احساس کردیم. اما بعد از اون دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ باز هم دقیقا تمامی نیروهای مؤثر بر بازار، اما این بار به صورت معکوس وارد شدند. ما برای اینکه بخوایم این رو ببینیم، سه تا واقعه رو باید در کنار هم ببینیم. حمله موشکی، آمدن پایین نرخ دلار و معذرت میخوام سکه و سخنرانی شخص اول نظام در استادیوم آزادی. این سه تا مانور حاکمیت در بخش نظامی، اقتصادی و سیاسی بود. جالبی قضیه این بود زمانی که ما داشتیم این کاهش رو پیگیری می کردیم، اولین کاهش ها در بازار مشهد و پایین اومدن عمدی از مسیر هرات بود. اون مسیر متعلق هست به جناح راست حکومت و یک مسیر حکومتیه. یعنی باز هم تمامی اتفاقات که پارسال از مشهد شروع شده بود، افزایش ها از مشهد شروع شده بود، دوباره این کاهش هم از مشهد شروع شده بود و ردپای باندهای راست حکومتی را نشون میداد و این نشون دهنده این بود که راست سیستم الان به یک نوع همگرایی با چپ سیستم رسیده و این رو آوردن پایین. که بعد از اینکه این اتفاق افتاد، سعی کردن که این بخش رو مدیریت بکنن. مکانیزم چجوری بود؟ قبلا هم خدمتون گفتم به ازای هر 5 میلیون دلار عرضه یا تقاضا در بازار فیزیکی تهران یا کل کشور، شما میتونید قیمت دلار رو 2000 تومان بالا ببرید یا پایین بیارید. اون روز چیزی در حدود 30 میلیون دلار رو در عرض کسری از ساعت تزریق کردند و یهو دلار رو آوردن پایین. الان هم کماکان همین جوریه، با توجه به اینکه بانک مرکزی گشایش‌هایی را انجام داده، کنترل‌های بیشتری را انجام داده، سفت بازان حالت فریز پیدا کردن، تعدادی که از مردم که با قیمت‌های بالاتر خرید کرده بودند ترسیدند و اشتباه حالاتی کردن و دلارها را فروختن، صرافا را دارن دستگیر می‌کنن. و نکته مهمتر از اینکه عملاً، یعنی از اون روز به بعد، بسیاری از
ادمین های کانال های تلگرامی و وبسایت ها خودداری کردن از گذاشتن قیمت، که حالا میگم که این چه اتفاقی رو افتاده و چقدر سرگردونی به بار آورده. این اتفاق افتاد. این هم در خصوص بازار ارز بود. یک نکته بسیار جالبی هم که ما متوجه شدیم که در این خصوص چه اتفاقی افتاده، ما بسیاری همچون شما من فکر میکردیم که اون نرخی که باعث سکته اقتصاد میشه کجاست، اون عدد کجاست. این رو ما همیشه از خودمون میپرسیدیم که این عدد کجاست، کی شروع میشه، چند ماه دیگه است، چند وقت دیگه است، کجا اتفاق میفته. دقیقاً خیلی جالب بود، زمانی که قیمت ارز بالاتر میرفت تمامی بنکداری ها، کسانی که فعالیت های عمده داشتن، اقدام به خرید و دپوی کالا میکردن. این طبیعی بود. اما به مجردی که دقیقاً روزی که یورو شد 22 تومن و دلار شد 20,000 تومان، دقیقاً اون روز بنکداری های تهران متوقف کردن، یعنی دقیقاً گفتن که این جنسی که خریداری میشه دیگه نمیشه فروخت. یعنی تو اون بازه عدد یوروی 22 تومانی و دلار 20 تومانی اگر با یک نرخ شدیدی افزایش پیدا بکنه به صورت پلکانی، نه ممکنه خیلی آروم آروم بره بالا، اتفاقی نیفته، ولی اگر ما اون اتفاقی رو که در اون روز شاهد بودیم، دلار 20 تومانی بخواد اتفاق بیفته به ناگاه، میتونیم این عدد رو به عنوان عدد کلاپس و سکه در اقتصاد ایران در نظر بگیریم. سکه هم برای دلار در نظر بگیریم، سکه هم چون دوقلوی دلار هست همین اتفاق باز افتاد. اما بعد از اون اتفاق به ناگاه ما شاهد سقوط وحشتناک بورس بودیم. یه دلیل تکنیکی داشت، یه دلیل فنی داشت. دلیل اصلی بود که پتروشیمی ها، معدنی ها، پالایشی ها و شرکت های مربوط به نفت به ناگاه، چون اینها بحث سوداوریشون با دلار ارتباط مستقیم داشت، اینها یهو سقوط کردن و کماکان اون دستکاری هایی رو و اون شیطنت های داخلی و خارجی یا برنامه های دولتی رو که ما توی بازار دلار سکه رو میدیدیم، این هم سرازیر شد به بازار بورس. ما شاهد این بودیم که بازار به مدت 2 ساعت معاملات متوقف شد و الان هم یه سری پرونده ها باز شده در کسانی که دستکاری میکردن تو خرید و فروش. توصیه الان چی هست؟ توصیه من الان این هست که به هیچ عنوان وارد بازار سکه، ارز و خدمتون عرض بکنم که بورس نشوید، چون این امر الان وضعیت بسیار خطرناک و پرنوسانیه که من در سوالهای بعدی در خدمتون میگم که چه باید بکنی و در خصوص بازار مسکن هم یک سری پیشبینی ها هست که من در خدمت هستم. آره این خیلی جالبه، نکته مهمی اشاره کردی، برای اینکه مرتب از من هی سوال کردن، منم که پاسخم معلومه. اولا من کار اقتصاد بلد نیستم، اگه بلد بودم اقتصاد زندگی خودم رو میتونستم بگردونم. این که اول. دوم این که به نظر من این یه هیاهو و شوه و این مردمی که محتاج نون شبن، میگه یه چای و نون و پنیر یه چیزی نزدیک 20,000 تومان خرجشه و اگر اینو به یه خانواده 4 نفری ضرب کنی که معمولا خانواده ها در ایران از 4 نفر بیشترن، خب این یه چیزی نزدیک 80,000 تومان 100,000 تومان فقط یه نون پنیر خرج برمیداره و من گوجه فرنگی دارم 40,000 تومانی، سیب زمینی، هر چی رو بخوای حساب بکنی همین وضع داره. بنابراین این مردم که دستشون به دلار نمیرسه، یاد اون طرح اون بابا افتاده بودم که یه موقعی فریاد میکرد که بله، خیلی هم فکر میکرد طرحش طرح خوبیه، به مردم میگفت ساعت 9 شب برین خونتون چراغاتون رو خاموش کنیم. میگفتم آقا برق نیست، این خود به خود چراغش خاموش میشه، احتیاجی نیست چراغش خاموش کنه. بعدم میگفت سکه ها رو نگه داری. خب من میگفتم عزیزم ما هم اینجا سکه که سنگینه وقتی که وارد خونه میشیم میریزیم توی کاسه، ولی آخر ماه وقتی صورت حساب ها میاد اون سکه ها رو برمیداریم بریم بانک، میریم تحویل بانک میدیم، یه صورت حساب اونو باش میدیم. ما که نداریم که اونو پس انداز کنیم که بتونیم همه سکه های دولت رو از رده خارج کنیم. خب این طرح های مندرآوردی قلابی
خودش اسباب مضحکه است. اما همین الان هم همین وضعه، یا اینکه مثلا دلار، گفتم در ماجرای قطعنامه سال 67 وقتی قطعنامه رو اعلام کردن دلار نزدیک 140-50 تومن دور میزد، ناگهان رسید به 50 تومن و آدمایی که پولدار بودن سری رفتن دلار خریدن و من میگفتم چرا این کار میکنی؟ گفت خب وقتی که عدد نسبیشو بگیری ضرر من کمتر میشه. همین یه هفته طول نکشید، 3-4 روز بعد دوباره پر کشید رفت بالا، دلار رو 300 تومن 400 تومن دور میزد. یادتون هست اینو که سال دقیقاً 65 من اون موقع سال اول دبیرستان بودم، ولی خب چون علاقه من به اینا بودم من دقیقاً 135 تومن دلار رو یادمه، به 65 تومنش که رسید یادمه، بعد به همون 270-80 تومنش هم یادمه. یه چیزی بودم مثلا اول دبیرستان بودم من. ولی دقیقاً سال 67 بود، اصلا یه مرتبه چرخید همه چیز رفت بالا. حالا همین وضعه. آیا این موضوعی که دولت میخواد پولا جمع کنه، دلار رو جمع کنه، واقع است؟ اینا صحت داره به نظره؟ دقیقاً درسته. ببینید دقیقاً درسته. زمانی که دولت و خود سیستم شروع کرد بالا بردن قیمت‌ها و رهاسازی، مشکل ریالی خودش رو مرتفع کرد. الان مشکل دلاری خودش. الان دارن مدیریت میکنن که بیارن پایین، دلار رو تو بازار جمع بکنن و نشون دهن که نشون بدن ما قدرت داریم. البته واسه کنترل بازار تا به صورت مقطعی دارن، کوتاه مدت و میان مدت. اما این قدرت پایدار نخواهد بود. یعنی دائمی نخواهد بود. چرا؟ چون الان کره جنوبی واردات نفت از ایران متوقف کرده. واردات نفت ایران الان به یه چیزی حدود 1,650,000 بشکه رسیده. از 1,000,000 بشکه که ماه پیش فروخت. عددی که اقتصاد ایران به شدت بهش واکنش نشون خواهد داد. یعنی نقطه قرمز 1,000,000 بشکه تا 1,100,000 به 700,000 بشکه برسه پول ندارن حقوق کارمند رو بدن. مگر اینکه از جیب بخورن. از پس انداز از صندوقشون بخورن. یعنی اون عدده الان به 1,650,000 رسیده و این دقیقا خودشو نشون میده. اینا الان دارن مشکلات خودشون رو از این شونه به اون شونه میبرن. روایتی هست که تا 13 آبان میخوان مدیریت بکنن، روایت بعد هست که تا 22 بهمن میخوان مدیریت بکنن. یعنی این چیزایی هست که از لابلای خطوط دیده شد. الان همه گذاشتن پشتش که قیمت دلار رو بیارن پایین. خدمت شما عرض کنم یه چیزی حدود، البته الان خیلی خریدار هستن، دلار دارن میگیرن. یعنی من قبل از خود همین برنامه که داشتم صحبت میکردم، سبز میدون امروز تعطیل بود، پاساژ افشار نصف و نیمه بود و بالعکس عددی که تقریبا معامله میشد، خدمت شما عرض کنم، یعنی قبل از این برنامه که ما بخوایم شروع بکنیم، 13,830 تومان قیمت هرات بود که کماکان از همه پایین تره، معامله شده برای فروش فردا 14,180 تومان. این قیمت درست است. این معامله شد. حالا روی این قسمت میتونه نوسان بکنه. این رو از کجا میتونیم بفهمیم که این قیمت درسته؟ سکه روی 4,000,000 تا 4,150,000 تومان هست. این تقریبا یه تناسبی که باش برسیم از قیمت مثلا 13,800 درسته تا نوسان میتونه بکنه تا نزدیک مثلا 14,700. این قیمت درسته. یعنی با اون نرخ مبادله بزنیم تقریبا درست است. اما چه اتفاقی در خصوص قیمت؟ در خصوص قیمت توصیه‌ای که من میکنم این که عملا بسیار کانال‌های معتبر دیگه قیمت نمیدن. قیمت رو یکی از روش‌هایی که خود من استفاده میکنم از بین به ناگاه گروه‌های تلگرامی معتبر که دارن میکنن میکشم. من تیمی رو مستقر کردم در تهران که مشخصا قیمت میگیرند، قیمت رو برای من میفرستن، آخرین تحلیل ها رو میفرستن. یعنی قیمت سکه، خدمت شما عرض کنم، نوسانات بازار بورس و قیمت ارز. این رو به اتفاق دوستان دیگه ما هر روز تحت عنوان گزارش اقتصادی در وبسایت با خبری تحلیلی باختر امروز منتشر میکنیم. دوستانی که علاقه دارن میتونن به اون وبسایت مراجعه کنن یا تو کانال تلگرامی. چیزی هست که با مسئولیت من منتشر میشه. متاسفانه ما میبینیم برخی کانال های سیاسی، هوشی، جنجال طلب که هم بنده اسمشون رو میدونم هم شما، شروع کردن به دادن قیمت
این قیمتی که اینها میدهند 1000 تومان بالاتر از قیمتی هست که در بازار مبادله میشه و اینها رو به اشتباه شما رو نندازه. البته هم میتوانید با نیستی نزدیک 800 890 تومان تا 1000 تومان از قیمت های اون رو کم بکنید و به قیمت واقعی برسید. اگر میخواهید از طریق اون کانال های سیاسی که اطلاع رسانی میکنند شما اون قیمت ها رو پیگیری بکنید، ولی ما رو این قضیه هم اطلاع رسانی هر روزه داریم هم در همون وبسایت و این رو اطلاع رسانی میکنیم. وبسایتی اسمش چی بود گفتی؟ باختر وبسایت امروز. باختر امروز، بله. بسیار خوب، اینم خوب دیگه، میتونید نرخ دلار رو پیدا کنید در اونجا. اما وضعیت گشایش اعتباره، من میدونم که تو زمینه دارو بسیار مشکل دارن و ذخیره شون تا 3 ماه آینده به صفر میرسه، سفارشی هم در راه نیست. اینجا چه خبر از این وضع داری؟ بسیار تشکر میکنم چون سوال بسیار مهمی. یکی دیگه از اتفاقاتی که به نظر من ظاهرش مشکل دار هست اما توش که میرید عمد هست، همین بحث ثبت سفارش ها و اجازه ندادن به کالاها هست. ببینید الان وارد کننده ها بیچاره شدن، یعنی الان تمامی گمرکات پر جنس، انقدر دستورالعمل های متناقض، سختگیرانه و فشار روی اینا هست که بسیاری نمیتونن کالاشون رو وارد بکنن. یعنی اگه میخوان وارد بکنن ثبت سفارش ها باید با بانک خودشون باشه، تاییدیه بانک باشه، 11 مرحله رو باید پر بکنن، بعد از اون 11 مرحله 6 مرحله دیگه هست. یعنی اینا عملا اینجوریه، یعنی الان گمرکات کشور، لنگرگاه های کشور پر جنسه، در تاریخ ایران بی نظیره. و الان چیزی که الان دولت ارائه میکنه اینه که فعالان ارائه میکنن که ما بسیاری از قوانین بوروکراتیک سر و کار داریم و کسی باید به ما کمک کنه که تا این رو وارد بکنیم. اما این همه ماجراست؟ نه، این همه ماجرا نیست. واقعیت ماجرا اینه که دولت از این سیستم غلط و شیرتوشیری که خودش به وجود آورده داره استفاده میکنه، مبنی بر اینکه کالاها وارد بشن و در عملا دپو بشن برای روز مبادا، و زمانی که احساس کردن سیستم کالا دچار ایراد شد دستورالعمل‌های جدید رو وارد بازار بکنن، اعلام بکنن و این کالاها وارد شه و همزمان وارد بازار شه. چون بزرگترین نگرانی که الان در خصوص واردات کالاهای به ایران وجود داره این هستش که میترسن الان اون حجم عظیمی از کالاها رو وارد کشور بکنن، خدمت شما عرض کنم، بدون اینکه کنترلی روش داشته باشند، بدون اینکه دست مصرف کننده برسه، مشمول افزایش قیمت بشه و به ناگاه در سیستم چرخه اقتصادی گم بشه. در نتیجه لایه های پنهان حکومت به این نتیجه رسیدن که اگر کالاها در درون گمرکات انبار بشه و دپو بشه، هم به منزله گروگان از فعالان استفاده میکنیم، هم اینکه شیر فلکش دست خودمون هست و به زمانهای مناسب ما میتونیم اینو وارد. این نکته بسیار مهمیه که در هیچ جا صحبت نشده. من با بسیاری از فعالان اتاقهای بازرگانی اینها صحبت کردم، خیلی دوستانه این مطلب رو بدن گفتم. ارزم به حضورت که آها، یه چی نکته ای که تو فرمایش قبلی شما بود این بودش که یکی از تمهیدات اینا این هستش که بکشن این ماجرا رو تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر، سه‌شنبه ششم، و در اونجا به احتمال زیاد دموکرات‌ها در کنگره حد اکثر آرا رو به دست میارن، اکثریت رو به دست میارن، ولی در سنا چنین چیزی براشون سخته. بنابراین سنا پیشبینی میشه که همچنان در دست جمهوری‌خواه باقی بمونه. اینا فکر میکنن با خودشون که این اتفاقی است که آمریکایی‌ها راجبش حرف میزنن، که به محض اینکه این اتفاق بیفته بازرس مولر پرونده رو رو خواهد کرد، بنابراین آقای ترامپ رو استیضاح میکنن و ترامپ کنار میره و جمهوری اسلامی همه مشکلاتش حل میشه. ولی غافل از اینکه حتی اگر طرح استیضاح هم مطرح بشود، چون سنا دست جمهوری خواهان است، این در اونجا رأی نمیاره و بنابراین این خیال خامی است که جمهوری اسلامی برای خودش فکر کرده که چنین اتفاقی خواهد افتاد. چنین اتفاقی
هرگز صورت نخواهد پذیرفت. اما ممکنه که به حال اینا چرخش کنن و با آمریکا کنار بیان و ترامپ هم راه رو برای اینا باز کنه. اینم یک موضوعی است که اینا پیش بینی کردن. در مورد ذخیره کالاها هم من شنیدم که میگه که کالا رو وارد کردیم، دوباره بانک مرکزی وقتی رفتیم از گمرک ترخیص کنیم گفتن بعد بری از بانک مرکزی نامه بیاری، رفتیم بانک مرکزی گفته بله شما دلار رو خریدی ولی امروز قیمت دلار اون نیست، شما باید مابود تفاوتش رو بدی. و گفت من گفتم که خب من این پول رو اون روز با شما معامله کردم، پول به شما پرداخت کردم، شما این دلار رو فرستادی رفت، کارگزار اونور محموله رو بار کرد فرستاد رسیده، معامله انجام شده، یعنی دلار رو شما دادی، ما پول دلار رو دادیم، امروز چه تفاوتی باید بدم؟ ولی خطری که وجود داره اینه که اینا رو بعدن به جرم احتکار و اینکه اینا رو کالاها رو احتکار کردی و میخوای گران بفروشی به سراغش برن، هم جریمهش کنن هم کالاش رو توقیف کنن. یه خرطوخریه که هیچکس واقعا پایانش رو نمیدونه ظاهرا. اینم نکته بود که خواستم به عرضت برسونم، اگر توضیحی هست بفرم. دقیقا درست بود. اون زمان که دلار بالا رفت اومدن گفتن ما با تفاوت رو به ما بدید، حالا که اومدن پایین ما با تفاوت رو میدن؟ عکسش امکان داره؟ نه. بعدم بله. چی؟ طرف اومده یکی دیگه اومده از دوستان اومده و گفته آقا من ما با تفاوت رو میدم. خب اما ما با تفاوت رو از حساب فلان صراف بودن. میگن نه شما باید از سیستم بانکی بدی. یا آقا شما چی کار دارید؟ من از سیستم بانکی نمیتونم بدم. خب اصلا واسه من صرف نمیکنه. من از سیستم اونم میگن شما باید از حساب بانکی خودت یا از مقوله سیستم بانکی بدید. یعنی ببینید از عمد دقیقاً این کارو میکنن که کالاها دپو بشه و بمونه، یعنی کالا در کشور وجود داشته باشه، وارد شده باشه، خب اما سر نخه، یعنی سر افسار وارد کننده ها رو داشته باشن. زمانی که دیدن کارت به استخون رسید، سر صداها در اومد، اون دختر دقیقاً دریچه رو باز میکنه. آره میگفتش که ما رفتیم اجازه گرفتیم و موافقت ها رو گرفتیم، موقعی که خواستن پول رو واریز کنن از ما حدود 14,000 یورو کسر کردن و من رفتم بانک گفتم آقا شما این پول کمه، گفتن خب اینا هزینه هاییست که به این میخوره، گفتم قربون شکلت من هزینهش رو پرداخت میکنم، بگو چقدره؟ من ریال میدم. گفتن ریال قبول نیست. گفتم باشه میرم بازار دلار میخرم میارم میدم. بازم گفتن نه نمیشه ما باید از این حساب کم کنیم. گفتم خب آقا فروشنده 14,000 یورو کسره، خب نمیده جنسو، نمیفروشه و هم پول ما رفته هم اون جنس اونجا. یه جوریه که یه آشفته بازاریه که هیچکس واقعا ازش سر در نمیاره. یه دونم ویدیو دیدم که خودشون تو تلویزیون پخش میکردن که ماشین فروختیم 60 تا، بیا همین الان بخر. بعد گفت این اصلا ماجرا اینه که رو تلفن از این تلفنایی که در حقیقت پولش رو اضافه چارج میکنن و طرفی که تلفن کرده مکلفه که این هزینه رو پرداخت بکنه. گفت خد اینقدر نگرد میدارن، بعد اینقدر باید حرف میزنن، آخر سر هم معاملهی صورت نمیگیره چون اصلا ماشینی وجود نداره، فقط از طریق همین پول تلفنه که اون طرف یه کاسبی را انداخته. خیلی بازار دزدی فراوان فراوان است و این همون مطلبی است که ما همیشه گفتیم این به سمت بیامنی، تاریکی، سیاهی داریم حرکت میکنیم. راهکاری رو که پیشنهاد چه باید کردش کدام است در این مقوله طلا، ارز، سکه؟ شما همیشه راجع به این موضوع صحبت میکنید. بی نهایت امر مهمی است. ببینید الان بازار ارز پرنوسانه، یعنی میره بالا میاد پایین و امنیتی شده. بازار سکه کماکان هست اما با نرخ پایین تر. بورس هم که انقدر پرنوسان شده که دقیقا نمیشه سمتش رفت. این سه تا بازار اتفاق واسش افتاده، یعنی ما دیدیم. بازار مسکن هم پیش بینی میشود که الان در رکود کامله، فعلا کاری به کارش ندارن.
احتمال داره که این گونه اتفاقاتی که ما دیدیم، چون الان مطابق آخرین نظرسنجی که در داخل کشور انجام شد، الان مردم 34% اعلام کردند که میخواهند بروند به سمت بازار مسکن و بعد از اون سکه طلا هست. احتمال داره اگر پول ها به سمت اون بره، من پیش بینیم، یعنی پیش بینی نه، پیش بینی دوستان برای این هست که احتمال داره که یک سری دست اندازی های هم در حوزه بازار مسکن برای بعد از عید اتفاق بیفته، از این وقایعی که داریم، اگر یهو به ناگاه پول ها به اون سمت بروند، این رو پیش بینی میکنن. اما در شرایط فعلی چه باید کرد؟ به هیچ عنوان نزدیک این بازارها نشوید به غیر از مسکن اگر کماکان پولی رو دارید. اما اگر میخواهید با سرمایه های خودتون کاری بکنید، من پیشنهاده بود که دو سه هفته اخیر گفتم به دوستان، گفتم و خیلی بهتر جواب داد. ببینید دوستان، الان بسیاری از صنایع کوچک ما، مشاغل خدماتی ما به شدت دچار بحران نقدینگی شدن، یعنی که چون جنس رو باید نقد بخرند و نقد بفروشند، حجم انبار اینها، حجم ویترین اینها پایین اومده. به عنوان مثال شما همین الان اگر با بقالی سر کوچه‌تون صحبت بکنید، دقیقا این مشکل وجود داره. بهترین کار اینه که توصیه میکنم علاوه بر اینکه پول ها در بانک ها نماند، اما مشمول یک فرایند کارآفرینی خود انگیخته بشود، به خاطر اینکه از پولتون سود بگیرید و دچار این نوسانات عجیب و غریب و دستساز بازارها نشید. یعنی به عنوان مثال من به دوستی توصیه کردم که با یک مغازه پارچه فروشی که داشت، خدمت شما عرض کنم، وارد معامله شد، 100 تومن 150 میلیون تومن کمک کرد که پارچه بخرن و اون پارچه فروشی، خدمت شما عرض بکنم که یک تولیدی هم داشت، پارچه ها رو مشغول ابر تولید کردن و خدمت شما عرض کنم و در این یک ماه هم خیلی خوب و خوش و خرم هستن. دوست دیگه ای بود از همین بینندگان همین برنامه پرسیده بود که من این پولمو چیکار بکنم، پول خواهرمو، این حدود 150 میلیون تومان هم داشت. اینقدر هی با هم صحبت کردیم و بالا پایین کردیم، متوجه شدیم که اینها یک زمینی رو دارن در خارج شهر که توانایی خرید تعداد گاو و خدمت شما عرض بکنم که نگهداری اونها داشتن. در این یک ماه این کار کردن، خودش شهر روش پیغام داد که گفتش که با توجه به که من گاوهایی رو که خریدم و دارم پروار میکنم، عملا قیمتش خیلی بالاتر رفته و با شروع کردیم به تعداد بردن بالاتر. شما در اطراف خودتون اگر بگردید، قطعا کسب و کارهایی رو پیدا میکنید که احتیاج به نقدینگی دارن. این نقدینگی خودتون رو وارد فعالیت‌های اقتصادی بکنید، با توجه به اینکه ببینید الان دلار بالا و پایین شده اما قیمت کالا بالا و پایین نشده. یعنی اگر شما وارد فرایند کسب و کارهای کوچک اینجوری بشوید، میتونید یک خدمتی رو هم به خانواده خودتون بکنید، هم به اقتصاد بکنید و اینکه ما شبیه این فعالیت ها رو هم در زمان جنگ داشتیم که یک سری تعاونی های محلی اتفاق میافتاد. بهترین توصیه که من بهتون میتونم بکنم که کم خطرترین توصیه هست، این توصیه هست که سرمایه های خوردتون رو وارد فرایند کسب و کارها بکنید، علل خصوص خدماتی. این بهترین کاری هست که میشه انجام داد. متشکرم. بذارید دوستی آقای منصور زنگ زده میگه سوال داره. آقای منصور بفرمایید. خیلی متشکرم آقای بهبهانی. آقای سید دستگری درود میفرستم، خسته نباشید. من اسمم منصور، از سنوده کالیفرنیا زنگ میزنم. حقیقتش سوالی که من دارم، از تلویزیون خوب گوش میکنم، این صحبتیه که خود آقای بهبهانی چندین بار این صحبت رو کرده و من باش کاملا موافقم. ببینید، من برای من جالبه اینه که ما که تو خارج نشستیم، متاسفانه خبری که میرسه اینه که 70-80 حالا هر کی، من که درد نبه، اکثریت مردم میگن آقا نون شب رو نداره، نمیشه اصلا نون بربری سنگک هم نمیتونه بخره. سوال من از شما اینه که این ارز و سکه و دلار و ین و حالا هر چی که هست، چه بشه 100,000 تومن، چه بشه 10,000 تومن یا 2,000 تومن، من کاری با اون ندارم. سوال من این هست که وقتی 70-80% آدمی که نون نداره بخوره، این که پا نمیشه بره اونجا بازار بگه آقا امروز به من دلار بده، امروز به من سکه بده، آخه اون که پنیرم نمیتونه بخره. پس این داستان
همینو میگم به نظر من همه اون 1%, 2%, 3% دزدهای جمهوری اسلامی آقازاده ها اینایی که میخورن و میدوزدن و اینا مثل این که این برای ایناست، این بازار و تشکیلات برای مردم و ملت ایران نیست، برای اون آقاییه که از این طرف این نونبربری نمیتونه بخره، اون یکی میره ماشین 400 هزار دلاری رو میاره تو تهران میرونه. آیا حرف من یعنی غلطه؟ من میخوام منظورم سواله، من میخوام اینو بپرسم که چه فرقی میکنه واقعا دلار بشه 1,000,000 یا بشه 1 دلار وقتی 80-90% ملت از گشنگی داره میمیره؟ به درک که چی میشه؟ به کجا میره یا کجا نمیره؟ مثل این که این یه سرویسیه برای دزدان، برای آزادگان، برای دختر و پسر آقای ظریف، آقای روحانی، برادر روحانی، سید علی خامنه ای. آخه ما که 85,000,000 که همشون اینا نیستن که. من نظر شما رو میخوام. خیلی متشکرم از دست که من دادید. ممنونم، مرسی، خداحافظ. بفرمایید آقای صدرس. اول از همه تشکر میکنم از شما و بیننده گرامی که منت گذاشتن و مستقیم در برنامه حضور داشتن. این دوست عزیز ما از الگوی حاد بیانگری در بیان واقعیات استفاده کرده. من یه سری اطلاعات بدم خدمتشون. ببینید بزرگوار، این عددی رو که 70-80% که مردم نون ندارن بخورند، این گونه تبیین می کنم که 70-80% مردم در آستانه رسیدن به خط فقر هستن. الان 50% رو رد کرد. خدمت شما عرض کنم این اتفاق افتاده. اما اینکه چه کسایی میان میریزند این دلارها رو میخرند، دقیقا همون مردمی که دارن وارد آستانه خط فقر میشن. یعنی اینها کسانی هستند که به لحاظ اقتصادی تا 6 ماه پیش، 1 سال پیش جزو طبقه متوسط رو به بالا، متوسط و متوسط رو به پایین بودن، اما به واسطه همین نوسانات برای اینکه نخواهند وارد طبقه فقیر بشوند که شده اند، دست به این نوسانات میکنند. یعنی الان چه کسانی وارد این بحث شدن؟ طبقه متوسطه. یعنی دقیقا الان ببینید طبقه متوسط طبقه است که بالاترین ابزار رو داره، بهترین تحرک رو در اجتماع داره، رسانه های خاص خودشو داشته. طبقه فقیر که رسانه ای نداره، خدمت شما عرض کنم به قول معروف هیچ صدایی نداره. طبقه مرفه هم که اصولا از خودش صدایی در نمیاره، برای خودشون میکنه. اما این صدایی رو که ما میبینیم عملا متعلق هست به طبقه متوسط رو به بالا تا متوسط رو به پایین که عملا داره پرتاب میشه به قسمت فقیر جامعه. اینها این تحرکات رو انجام دادن، واقعی هست و نهایت تلاش رو میکنن. این هست. مطلب بعدی که در این خصوص وجود داره اینکه خب آقازاده ها هستند و این کارها رو میکنند و اینها، بله من همین رو میدونم، اما وزنش رو در این وقایع اخیر زیاد نمیبینم. به عنوان مثال شما الان نگاه بکنید کانال های تلگرامی مرتبط با نرخ دلار، نرخ سکه و نرخ ارز، یه چیزی حدود بالای 120 هزار تا عضو داره هر کدوم از اینا، و این 120 هزار نفر هستند که اوضاع رو پیگیری میکنن، قیمت ها رو مشخص میکنن، و گروه های کانال های تلگرامیش هر کدوم از اینا زیر 1,200-1,300 نفر نیست و کسانی هستند که به امر سفته بازی تو این بازار ها هستن و قیمت ها رو مطالعه میکنن و معامله میکنن. اینها شاخص های واقعی اقتصادی دارن. اما در این که جامعه ایران داره هر روز به سمت فقر میره درسته، و اینکه چه ربطی داره اگر دلار بشه 1,000,000 تومان یا دلار بشه 1 تومان، فرقش در اونه که اگر دلار بخواهد بشود 20,000 تومان، 90% جامعه، 85% جامعه ایران زیر خط فقره. اما اگر دلار 3,700 تومانی بود، یه چیزی حدود 45% جامعه ایران زیر خط فقره. یعنی به نظر من پیگیری این امر و دقت روی این امر ما رو دقیقاً به همون نقطه میرسونه. فراموش نکنید زمانی که دلار بالاتر اومد به ناگاه بازار تهران اعتصاب کرد، و الان این نوساناتی که رو بازار کالا داره الان باعث این اعتصابات در بازار، در فعالیت‌های کامیونداران یا معلمان و اینها شده. اینها دقیقاً ارتباط مستقیم می‌داره. و ثانیاً بحث بسیار مهمی، اگر دولت ایالات متحده اگر می‌دونست که این امر
مهم نیست و تاثیرگذار نیست در اقتصاد ایران، قطعا این امر رو تست نمی کرد. خواهش. اما یه خبر بودش که امروز ریختن تو بازار همون سبز میدونی که شما میگی و فردوسی اینا، یه سری آدم رو دستگیر کردن و اینجور توبوخ کردن که دولت مشغوله و داره تلاش میکنه که اینا رو یه سامانی به این وضعیت بده. آیا واقعا چنین چیزی میبینی تو ناصیه اینا که بخوان سر سامان بدن؟ ببینید سر سامان دادن نه، اما چند تا کار انجام میدن. دلالا رو میگیرن، کانال های تلگرامی رو تهدید میکنن، دلار گفته بود که کانال ها رو هم بستن. بستن، تمام کانال ها رو بستن. یعنی الان کسی جرأت نداره قیمت بذاره تو گروه ها. شما قیمت بزنی، خب تو قیمت بزنی مثلا حد فاصل 12 تا 4، ما باید بدونیم قیمت ها چجوریه، باید از 4-5 نقطه داشته باشیم تا قیمت بگیریم. قیمت تهران یه چیز، قیمت هرات یه چیز، قیمت سلیمانیه یه چیز، قیمت اربیل یه چیزه، قیمت بوشهر با قیمت اهواز فرق میکنه. 12 تا 4 بچه ها یه قیمت میزنن، ما میبینیم ادمین پاک میکنه. خب به غیر از اون قیمتی که ما از سبزه بدون و پاتوش افشار میگیریم و تو سایت باختر امروز تحلیل میکنیم و میذاریم و اینا روز یک بار، این هست. یعنی الان کار به اینجا رسیده، بچه ها واقعا جرئت نمیکنن بدن. یعنی الان قیمت این 14180 تومان یه فردا رو بچه ها گذاشتن ورداشت. عجیبه. یعنی الان اینجوری، یعنی این کار رو دارن انجام میدن. از اون ور اون دلار نیماییشون رو دارن مدیریت میکنن. یعنی از هر راه اینا دارن تلاش میکنن که به اون نقطه 13 آبان رو بتونن به سلامت ازش بگذرن، چون واقعیت وجود داره که این امر شدیداً تصنعیه. در خصوص بحث دلار، اگر شما پایین خریدید سود کردید که هیچی، سود کردید، ولی اگر در ضرر اینها هستید، در کوتاه مدت به پولش کاری ندارید، ول کنید، فراموش کنید یکی دو ماه، چون اگر الان بفروشید ضرر میکنید و دو ماه دیگه یه جور دیگه ضرر میکنید چون از این بالاتره. من توصیه من در خصوص بحث دلار و سکه و آب شده نقدی و اینها این هست. بسیار ممنون. میگه که ارزش پول، یعنی اگر یه 17000 تومان رو داشتی تو سال 42 میتونستی باهاش یه خونه بخری و این واقعیته. پدر من همون موقع یه خونه خرید 17500 تا و سال 50-49 میشد با این 17000 تومن یه ماشین پیکان بخری. سال 60 با 17000 تومن میتونستی یه موتورسیکلت بخری. سال 70 پول از خونه و ماشین پیکان و موتورسیکلت میرسید به دوچرخه. سال 80 یه لاستیک، یه حلقه لاستیک میتونستی بخری با 17000 تومان، ولی امسال با 17000 تومان فقط یه فالد بستنی بهت میدن. این سیر پول ماست و عجیبه واقعا که این نظامی که بر روی ذخایر مهم نفت و گاز و منابع عظیم قرار گرفته، چرا حال و روزش به اینجا رسیده؟ دلیلش چی میبینی آقای سید عسکری؟ واقعا سیاست های اشتباهش رو در 40 سال گذشته، روایت ایدئولوژیک داشتن از انقلاب 57، من معتقد هستم که انقلاب 57 انقلاب اصیل و مردمی بود، اما انقلاب در سال 60 دزدیده شد و خدمت شما عرض بکنم که این اتفاق افتاد. کماکان بر سیاست های 40 ساله گذشته هستن، اما این رو هم میدونم با توجه به بحث FATF که پذیرفتند این یک چرخش، چرخش بسیار مهم. این چی بود؟ این خیلی خوبه، بگو ببینیم چی شد. ببینید FATF و اینا اومدن تو مجلس پذیرفتند به صورت دو فاکتور. من به لحاظ فنی با یکی از بهترین کارشناسان FATF در ایران صحبت کردم، میشه بود 2-3 ساعت. ما به لحاظ فنی به این نتیجه رسیدیم، من حواله میدم به صحبت‌های این عزیز بزرگوار که بسیار از من صاحب صلاحیت تر هست، به لحاظ فنی چیزی تحت عنوان پذیرش دو فاکتور ما نداریم. یعنی اصلا امکان نداره اینکه مثلا ما رژیم اسرائیل رو نمیپذیریم، این اصلا ربطی به FATF نداره. گروه های انقلابی و فلان و بسار و اینا، این اصلا نمیشه. ببین الان یه لیست وجود داره، 4 تا سازمان هستن مشمول لیست تروریستی هست. طالبان هست، القاعده هست،
جبهه النصره هست و یکی دیگه از همین گروه هایی که تو افغانستان هست، این هم حضور ذهن ندارن. بقیه شون اصلا تو لیست نیست. این الان دارن دروغ میگن ما به گروه های انقلاب نیستن، ما به این گروه ها نمیتونیم کمک بکنیم. راست که اصلا نه حزب الله تو لیسته، نه حماس تو لیسته، اینا اصلا تو لیست FATF نیستن. راست اینا دارن دروغ میگن. داستان چیه که اینا رفتن پذیرفتن، یعنی جام زهر خوروندن بهشون. مشکلشون الان اینه که میترسن گند و کثافت های داخل کشور رو بشه. ببینید با سوئیفت شما کلی نقل و انتقالات دلاریتون شفاف میشه، با FATF از 4 تا پروتکل، دو تای داخلشو که پذیرفتن، دو تای خارجیش هم که یکیشو اعلام کردن پذیرفتن، نقل و انتقالات ریالیتون مشخص میشه. اینا مشکلشون شفافیت با اون قسمت و این پذیرفتنشون هم اینه که اینها جام زهر رو در این مقطع، البته ما خیلی خوشبینانه نگاه نمی‌کنیم، هزار جور بالا و پایین داره، ممکن اتفاق بیفته، در این مقطع پذیرفتن و هیچ چاره‌ای ندارن به مجردی که از لیست در بیان و بعد از اینکه مباحث نرم افزاری، سخت افزاری و مغز افزاریش حل بشه، آروم آروم این دکون حمایت از خدمت شما عرض کنم قاچاقچی ها و خدمت شما عرض کنم گروه های تروریستی و فلان و اینها که تحت عنوان گروه های انقلابی هست و تعطیل بکنن. این امر بسیار بسیار مهمه. آقا بسیار ممنون و متشکرم از همه مهرت، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. از شما نهایت سپاس رو دارم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و دوشنبه دیگر. متشکرم آقای سدسکت. شب و روز شما خوش. متشکرم. امیدوارم که این برنامه نیز مورد توجه شما نازنینان واقع شده باشد. اگر این برنامه ها رو علاقمند هستید که آمار و ارقام هرگز هرگز دروغ نمیگویند، مهر کنید و سایت میهن تیوی رو به دوستانت معرفی بکن، اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید، به شبکه های اجتماعی مراجعه بکنید، لینک ها رو شبکه ها رو عضو بشید، لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید. اینا دیگه حداقل هایی است که میتونید انجام بدید. از مهر شما سپاسگزارم. از حمایت مالی ما رو محروم نکنید. متشکرم از شما. ممنون.